شروع گزارش با یک آسمون، دو تا میله، یه دونه تناب و یک سوال که اینجا کجاست؟ آدم واقعا اینجا وای میسه احساس قدرت میکنه. خب چون میدونم براتون جالبه که بدونید اینجا کجاست، بیشتر از این معطلتون نمیکنم. اینجا محل تولد شناورهای موشک انداز ایرانیه. حالا از آن روز 2 سال میگذره و باز من همونجا ایستادم، اما آن روز کجا و امروز کجا؟ فرزندان امام تو عرصه‌های مختلف نشون دادن که میتونن واسه این مملکت تاثیرگذار بشن. نافشکن جماران 2 و تو کلاس موج هستش، با همت بچه های اینجا ساخته شده. 14 ماه قسمت سازش طول کشید و حدود 18 ماه هم بخش تجهیزش. سعی شده تا حد امکان یه شناور تدافعی تهاجمی در منطقه ساخته بشه با قابلیت های بالا. در واقع ما از تهدیدات فرصت ساختیم، سعی کردیم از بروزترین سیستم‌های کنترل مانیتورینگ برای رانش شناورها استفاده کنیم. موتورام نصبه، انشالله بعد از با آواندازی میریم برای تستای اولیش. کلن این نافشکن چند طبقه است؟ ما اینجا 5 تا دکه اصلی داریم. این شناور قابلیت حمل هلیکوپتر و همچنین فرود هلیکوپتر و برخواستنش رو داره. خب همونجور که میبینید تجهیزات مربوط به پل فرماندهی هم تا به اصطلاح نصب شده و آماده تستامونه. ما انشالله بعد از این که باباندازی شد تستای مربوط به سیستمامون رو شروع میکنیم. خسته یا؟ خواهش میکنم نه، انشالله باباندازی که شد خسته یه حتی نمامون در میره. جماران برای ما ایرانی ها یک نام نیست، خود نام‌آور است. یاد پیر جماران به خیر، ای کاش بود و میدید جوانان این مرز و بوم چگونه نامش را و یادش را در سراسر جهان تنین انداز کردند.